پزشکان در فرانسه از سرمادرمانی به عنوان روشی نوین برای درمان سرطان پروستات استفاده می‌کنند. در این اتاق عمل جراح مدام درجه حرارت تومور را در بدن بیمار تحت کنترل دارد. البته تاثیر سرمادرمانی به اندازه جراحی نیست، اما دقت آن بیشتر است. این روش تنها تومورها را از بین می‌برد و به اندام‌های حساس اطرافش آسیبی نمی‌رساند. این درمان لزوماً بر روی سرطان متمرکز نیست، هنوز به چنین دقتی نرسیده ایم، ولی در کل بر روی محیط‌های سرطانی اشراف داریم که در واقع می‌شود به آن گفت از بین بردن تقریبی پروستات. امروز ما در این مرحله هستیم و در آینده در تصویربرداری بسیار دقیق‌تر خواهیم شد. این روش‌های درمانی جدید هرچند کامل نیستند، اما خطر ابتلا به عوارض جانبی را تا حد زیادی کاهش می‌دهند. برتری روش‌های کمتر تهاجمی در صورتی که به درستی انجام شوند این است که عوارض جانبی همچون بی‌اختیاری ادرار، تکرر ادرار و همچنین خطر ابتلا به ناتوانی جنسی را کاهش می‌دهند. تنها 5% از بیماران به این روش جدید درمانی دسترسی دارند. ژان پیر 65 سالی که از مبتلایان سرطان پروستات برای دسترسی به این روش درمانی تلاش بسیاری کرده است. از این که موش آزمایشگاهی شده بودم به خودم تبریک میگم. در واقع یک ریسک بود، اما بعد از 2 سال نتایج آزمایش ها خوبند. روابطم با همسرم عالیه و هیچ مشکلی هم برای رفتن به دستشویی ندارم. یک انتخاب بدون پشیمانی برای افرادی که علی‌رغم ابتلا به این سرطان از لحاظ فیزیکی احساس شادابی می‌کنند.